به نام خدا، جلسه پنجم از درس مقاومت مسائل دورو در خدمت شما هستیم. تو این جلسه بحثی که داریم بحث این دایره ای بود که ما تو جلسه قبل به دست آوردیم. به این دایره همونطور که قبلا گفتم میگیم دایره مور. این مور دانشمندی بوده، حالا ظاهرا دانشمندی، حالا یه مهندس آلمانی بوده که این دایره رو ارائه داده بوده برای انجام محاسبات. خب حالا ببینیم، ما با داشتن وضعیت تنشی که داریم، فرض کنیم من یه وضعیت تنشی اینجا دارم، وضعیت تنشی که اینجا ما داریم یه دونه زیگما ایکس اینجا دارم، درسته؟ یه تاو ایکس وای من اینجا دارم، این بالا هم که سیگما ایگرک هستش. سیگما ایکس رو بیارم این پایین بنویسم که این وضعیت تنشی من هست. یه سیگما ایکس دارم در حالت دو بعدی یا تنش صفحه‌ای، تو حالت در واقع تنش صفحه‌ای که یه حالت دو بعدیه، و تاو ایکس وای دارم و سیگما وای. حالا اینو میخوایم ببینیم که اگر من بخوام اینو ترسیم میکنم این دایره رو با دانستن فقط همین اطلاعات و نه اون فرمولای پیچیده ای که جلسات قبل داشتیم، ببینیم به چه صورتی انجام میشه. این کمک میکنه به ما که از اون فرمولای پیچیده تا یه حد زیادی رهایی پیدا کنیم. خب اگر اینم محور ایکس و ایگرگ من باشه که این در واقع ایکس من باشه، اینم ایگرگ من باشه، محور سبز در واقع محور ایکس و وای مونه. ببینین، ما به خاطر که دایره رو رسم بکنیم یه قراردادی با خودمون داریم، میام من یه کاری میکنم، من میام میگم که من توی این در واقع با داشتن این وضعیت تنشی که من اینجا دارم، من میگم من یه نقطه دارم مثل ایکس بزرگ که این شامل زیگمای ایکس و بچه دقیقا خوب دقت کنید من های تاو ایکس ایگرگ، همچنین یه نقطه مثل وای بزرگ زیگمای وای و به اضافه تاو ایکس وای. خب هر وضعیت تنشی که داشتیم این دو تا نقطه رو ما معلوم میکنیم. خب اگه با این فرض الان برم جلو، دقت کن، اگه با این فرض برم که تا ایکس وای مثبته، فرقی نمیکنه، منفی هم باشه باز میذاریم اینجا، میذاریم تو این رابطه اینجا، در واقع منفی رو میذاریم میشه مثبت، حالا جاش عوض میشه. با این فرض میخوام برم جلو، پس نقطه ایکس هم میشه تو این سیستم مختصات زیگما. خب البته من اینم میدونم که این الان زیگماست، این تاوه. حالا با زیگما و تا و با این مختصات میخوایم این رسم کنیم. ببین اولی زیگما ایکسه، خب زیگما ایکس و من های تا ایکس وای. خب زیگما ایکس رو محور ایکس مثبته، من های تا ایکس وای این میشه زیگما ایکس. میام پایین یه نقطه میشه هرچی، مثلا اینجا درسته، این میشه همین نقطه ایکسی که من دارم. خب پس اینجا میشه همون ایکسی که من دارم هست زیگمای ایکس و من های تاو ایکس و ایکس. نقطه بعدی من، نقطه بعدی من کجا؟ همین نقطه وایه. نقطه وای کجا؟ زیگمای وای و تاو ایکس و میام چی کار میکنم؟ دوباره یه زیگما وای حالا یه مقداری خواهد داشت، مثلا اینجا میام بالا، این نقطه اینجا هست زیگمای وای تاو ایکس و وای. حالا ببینیم بچه ها، یه دایره دارم، دو تا نقطه شو دارم، خب دو تا نقطه انتهای قطر رو دارم، خیلی راحت اینو با هم چیکار میکنم؟ من وصل میکنم. خب میشه در واقع از اینجا به اینجا. من وقتی اینو رسم وصلش کنم به هم، بچه اول فرض کنید قرمز نیست، حالا من دیگه الان قرمز رو بردم، این دو تا رو که به هم وصل میکنم، این قرمز رو دیگه چیکار میتونم بکنم؟ رسم کنم دیگه. گرفتین چی شو؟ پس یه ایکس دارم، یه ایگرگ وصل میکنم میشه قطر یک دایره، یه دایره میزنم
خب حالا نگاه کنی، اتفاقی که افتاده اینه، میتونین بگین که در واقع خب اینجا میشه سی، این الان اینجا سی مرکز دایره است، درسته؟ خب بچه این مرکز دایره باشه، میتونیم بگیم مختصاتش چقدره؟ مختصات در واقع سی چقدره؟ ببین اینجا اینجا زیگما ایکسه، ببخشید این نقطه زیگما ایکسه، خب این نقطه زیگما وایه، بنابراین این فاصله افقی که ما اینجا داریم چیه؟ میشه زیگما ایکس منهای زیگما وای دیگه، میشه این. خب تقسیم بر دوش اگر بکنیم، اگر ما اینو تقسیم بر دو بکنیم، یعنی از کجا تا کجا؟ از اینجا تا اینجا، این میشه چی؟ تا اینجا این میشه چی؟ میشه زیگمای ایکس منهای زیگمای وای، درسته؟ کلش تقسیم بر دو. میشه زیگمای ایکس زیگمای ایکس منهای زیگمای وای، زیگمای ایکس منهای زیگمای وای تقسیم بر چی؟ دو. چرا؟ چون این زیگما ایکس تا اینجا، این زیگما وای، بنابراین اختلاف این دوتا تا اینجا میشه زیگما ایکس من های زیگما وای تقسیم بر دو، هم که میشه این عرضی که ما اینجا داریم. خب اینو من دارم شکلی که اینجا دارم. حالا نگاه کنین، من اگه از اینجا، از اینجا ببین، میتونیم من بگین این چقدر الان فاصله مشخصه دیگه، این فاصله چقدره؟ این فاصله در واقع همون زیگمای ایگرگ دیگه، درسته؟ این عوض میخوام، این همون تاو ایکس وای دیگه. بنابراین این فاصله که من اینجا دارم، بنابراین این فاصله که من اینجا دارم چقدر میشه؟ این همون تاو ایکس وای دیگه، درسته؟ که همینجا هم داشتم. خب حالا نگاه بکنیم بچه ها، الان دیگه میتونید تشخیص بدین این زاویه میشه چقدر؟ این زاویه، این زاویه، خب من این زاویه رو طبق این رابطه ای که فرمولی که قبل داشتم میشد چی؟ تانژانت دو تا تتا پی، دقت کن، تانژانت دو تا تتا پی برابر با دو تا تاو ایکس وای تقسیم بر تا ایکس وای منهای، عذر میخوام، زیگمای ایکس منهای زیگمای وای. در واقع دومه رو اگه بیارم اینجا میشه تاو ایکس وای تقسیم بر زیگما ایکس منهای زیگمای وای دوم دیگه، درسته؟ پس این دو تا تاو پی دقیقا میشه چی؟ میشه همین زاویه که من اینجا داشتمش، یعنی این زاویه، درسته؟ پس این میشه چقدر؟ این میشه دو تا تتای پی. البته ما نقطه شروعش رو در واقع از اینجا میگیریم دیگه، چرا؟ چون داریم مثبت در نظر میگیریم این مقدار رو. خب بنابراین دو تا تتای پی میشه همین زاویه که اینجا داشتیم. نگاه کن، میشه زل روبرو تانژانتش، تانژانت دو تا تتای پی میشه زل مقابل که در واقع تاو ایکس وای تقسیم بر این زل در واقع کناری که زیگما ایکس من های زیگما وای، بنابراین همونه. خب حالا به خاطر اینکه این رنگ رو من پس این میشه دوتا در واقع تتای پی که من اینجا به دست آوردم. حالا بچه نگاه کنید، خیلی جالبه، از این نقطه قشنگ دقت کن، از این نقطه من بیام شروع کنم به چرخم بیام به این نقطه، درسته؟ دقت کن، از دو تتای پی به چرخم میام میرسم به اینجا. اینجا کجا بود؟ اینجا
این نقطه برخوردی که من اینجا داشتم چیه؟ زیگمای مارکس بود دیگه، درسته؟ از طرف اینجا کجا بود؟ اینجا زیگمای مین بود. درست شد؟ خب حالا نگاه کنین دیگه، به دست آوردن بقیه بحثایی که من داشتم دیگه اینجا خیلی راحت میشه. مرکز دایره مشخص، یعنی دایره وقتی میشه زیگمای اکس، بنهای زیگمای وای تقسیم بر دو، این از این. با این رابطه که ما اینجا داشتیم خیلی راحت دیگه، اون با دیدن این خیلی راحت دیگه اون رابطه تانجانت شما میتونید اینجا بنویسید و از اون مهمتر این زیگمای ماکس است که شما اینو داری، مرکز دایره رو به اضافه شعاع میکنی. شعاعمون چقدر بود؟ شعاعم که ما جلسه قبل به دست آورد، یعنی این فاصله، این فاصله چقدر بود؟ همین تای ماکس ما بود دیگه. خب که تای ماکس هم که حالا از اینجا اگه بخوایم به دستش بیاریم خیلی کار سختی نیست. چرا؟ چون نگاه کن اینو شما داری، نگاه کن اینو شما داری، درسته؟ توی مثلثش اینجا اینو شما داری، این ضلع مقابل هم داری، این شعاع رو خیلی راحت میتونی از اینجا چیکار کنی؟ به دست بیاری. بنابراین اگر من بخوام با داشتن این دایره یه بار دیگه اون روابط رو بازنویسی کنم، دیگه اون روابط اون حالت پیچیدگی خودش رو کامل الان اینجا برای ما از دست داد. قبول دارین؟ خب پس من یه بار دیگه همون روابط رو، منتها این دفعه با استفاده از این دایره مور، اگه بخوام بنویسم، اولی چی بود؟ تانژنت دو تتا پی برابر میشه با دو تتا ایکس وای منهای زیگما ایکس منهای زیگما وای. این رابطه رو من قبلا هم داشتم. دیگه چی داشتیم؟ یه دونه تایم ماکس داریم یا همون آر ماست که باز میگم همش با این مثلثه میچرخه، میشه این به توان دو به اضافه این به توان دو، بنابراین میشه زیگما ایکس منهای سیگمای وای تقسیم بر دو به اضافه دو تا ایکس وای شوهایی که داره سیگمای ماکس و مین هم که مشخصه دیگه، میشه سیگمای اوریج، یعنی همین مرکزی که ما داریم به اضافه من های چی آر، که سیگمای اوریج هم که دیگه مشخصه دیگه، سیگمای اوریج هم که برابر با زیگمای ایکس به اضافه زیگمای وای تقسیم بر دو به اضافه منهای آری که از همینجا من به دست آوردم. حالا اون بحثی که ما در واقع داشتیم این بود که ما الان ببینیم این المانی که اینجا ما داریم حالا باید چقدر بچرخه. خاطرتون هست میگفتیم وقتی که ما دو تا تتای پی الان اینجا داریم، ولی اینجا چقدر میچرخید؟ تتا میچرخید، درسته؟ بنابراین نتیجه که میتونیم بگیریم، بچه این اینو قشنگ خاطرتون باشه، من اجازه بدین هایلایتش کنم تا حالا ازش نگذشتیم. این برای رسم دایره مور. خب این حالا اتفاقی که میفته این میاد چقدر میچرخه؟ به اندازه تتای پی. حالا تا به چی برسه؟ تا به تنش هستی برسه، یعنی شما وقتی از این وضعیتی باید انقدر بچرخید تا برسی به این وضعیت تنش. حالا اگر به هر دلیلی این افتاد بالا، کی میفته بالا؟ این نقطه ایکس کی میفته بالا؟ وقتی که کل این عبارت مثبت باشه. این کی مثبت میشه؟ وقتی که این تا ایکس وای چی باشه؟ منفی باشه، یعنی بیفته اینجا. اون موقع بعد ما اینجوری بچرخیم، بنابراین المانمون هم اینوری میچرخه. گرفتین چی شد؟ پس جهت چرخش توی دایره و این یکیه، ولی مقدارش توی دایره دو برابر اینه. خب پس من اگه حالا اینو بیام اینوری بچرخونم و شکل دو مجدد برای شما ترسیم بکنم، یعنی من با این حساب
الان اجازه بدیم بخوایم توی این راستا بکشیمش. درست؟ این الان میشه وضعیت تنشی که من میخوام. از طرفی اجازه بده تا ببرمش اون برتر. یعنی بچه این الان میشه اون تانجانت اینو اگه من بگیرم این زاویه ای که میخوام. خب در واقع چه میشه این؟ حالا من این مقداری بعد بهتر شد شاید کشیدش. خب میشه اینجا. حالا این نقطه رو نگاه کن، این میشه این میشه زیگمای ماکس. درسته؟ همینجوری بیا اینور. این هم اینجا میشه زیگمای ماکس. میایم اینورتر، این میشه زیگمای مین. این هم اینجا میشه زیگمای مین. بنابراین حتی این زاویه چقدره؟ آها این زاویه دیگه، بچه دقت کنید، این زاویه که اینجا چرخیده، من اینو منتقل کنم بالا تا این زاویه دیگه. این زاویه دیگه هست تتای چی؟ پی. این زاویه دیگه میشه تتای چی؟ پس یه جنبندی بکنیم. تا زیگما ایکس رو داری، تا و ایکس وای هم داری، زیگما وای هم داری. با استفاده از این سه تا میای دو تا نقطه رو تعیین می‌کنی. دو تا نقطه رو تعیین می‌کنی، دایره رو رسم می‌کنی. دایره رو که ترسیم کردی، میای با توجه به اینکه چون همیشه این نقطه اینور همیشه زیگما ماکس، اینور زیگما مینه. من از اینجا اگر شروع کنم حرکت کردن به این، یه زاویه‌ای داره. خب این دو تا تاپیه که حالا گفتم چرا. اون تا مقدار چرخش این نصف اون ما رو الما میچرخیم. نگاه کنین حالا یه سری بحث اینجا داشته باشیم، من با هم بعد نیست. بچه نگاه کنین، من زیگمای ایکس یادتونه وقتی میخواستیم زیگمای وای برسیم پی دو میچرخیم 90 درجه، اینجا بعد دوباره بر بچرخیم 180 درجه، یعنی از اینجا 180 درجه میچرخیم اینجا. زیگمای ماکسومین اینجا اختلافشون 90 درجه است، اینجا چقدره؟ 180 درجه. اینا نکاتی که باید بهش دقت کنین. پس این بحثی که الان ما اینجا انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که به چه شکلی می توانیم، دقت کنیم، به چه شکلی می توانیم به با استفاده از وضعیت تنش تو یک نقطه و رسم این دایره تنش‌های اصلی و مقدار چرخش رو خیلی راحت تونستیم چیکار کنیم، پیدا کنیم. یه نکته کوچولی هم میمونه که حتی اینه دیگه خودت رو هم دقت کنیم پیدا کنیم. ببین چیزایی که من اینجا هایلایت سبز کردم همه رو به دست آوردیم با اون دایره. یه دونه میمونه تانجانت دو تا تایس که هست چی؟ منهای، دقت کن، منهای زیگمای ایکس، منهای زیگمای وای تقسیم بر دو در واقع تا ایکس وای. اینو این عبارت رو داشته باشین. حالا بیاین اینجا نگاه کنین، به نظرتون کجا میشه این عبارت اگه بخوایم اینو بیاریم میشه اینجا؟ ببینین این دو تتا اس قبول داری میشه این؟ یعنی در واقع این دو تاشون با هم میشن 90 درجه. چرا؟ خب اینو من به خاطری که بهتر باشه من نمایش بدم. این در واقع تتای چیه؟ اسه. درسته؟ یه اگر تتای اس باشه، ببین حالا عوض میخوام دو تا تتای اس، دو تتای اس. چرا؟ ببین میشه این زل مقابله، زل مقابل چیه؟ اینه دیگه. خب تقسیم از زل مجاور که تا ایکس وای.
این جهتش هم چون عوض شده ما این منفی براش میذاریم، بنابراین میشه این، دقت کنید، میشه این تقسیم بر این دیگه. خب پس من اینم اینجا برای شما اضافه کنم. تانژنت دو تتا اس برابر با منفی ضلع مقابلمون که هست سیگمای ایکس منهای سیگمای وان، دوش هم میره مخرج میشه تو ایکس وای. دقت کنین همین رابطه ایه که ما اینجا داشتیمش. حتی دیگه اینجا به صورت ترسیمیه و خیلی در واقع راحت تر میتونیم بفهمیمش. خب بچه یه نکته هم من اینجا بگم و انشالله دیگه بریم برای حل مسئله. ببینین این بحثی که اینجا کردم، اینجا رو ما مثبت یا منفی بگیریم، خب اینه من اینجا چرا الان شاید سوال اینه که این قرار داده. ببین من وقتی تا این وریه دارم مثبت میگیرم، میام منهاشو قرار میدم، این که این وره میاد این ور در واقع به این شکل داره وارد میشه رو میام مثبت میگیرم با زیگمای وای. حالا اینا به خاطر که این برای ما کفایت میکنه، این دانستن این کفایت میکنه، حالا به خاطر که یه مقدار مطمئن تر بشیم یه روشی هم هست، یه اشاره کوچولو بهش میکنم، ولی عرض کردم خدمتتون با همین مشکل ما حل میشه. این روش داره میگه که اگر من یه مربع داشته باشم، خب وضعیت این قسمتی که هاشور میزنم و من داشته باشم، خب من وضعیت این قسمت رو داشته باشم، فرض کن زیگمای من این باشه تو اونجا، این اینوری باشه، یه حالت میتونه این باشه دیگه، درسته؟ حالت دیگه چطوری میتونه باشه بچه؟ حالت دیگه هم دقیقا همینه، فقط این علامت این در واقع این علامت این ور باشه، بیارمش بالات. تمام اینجا. ببین اینجا هم دوباره می یه کاری میکنی، میای میگی که آقا من وسط المان من اینوری داره میچرخونه. خب وقتی اینوری میچرخونه یعنی کلاک وایزه، خب درست شد. حالا اینجا رو میگیرم مبنا، میگم اینوری میچرخونه، خب این چیه؟ کانتر کلاک وایزه یا چی؟ سی سی دبلیو ها؟ که البته ما به این میگیم چی؟ ساعت گرد. به این میگیم چی؟ پاس ساعت گرد. این داره میگه وقتی تو این وضعیت شما گیر کردی، حالا به خاطر که گیج نش اینو یه قرارداد بذار بین خوده، اگر این زیگما باشه این تاو باشه، میگم اینو من بالا به زبان دیگه گفتم، میگه وقتی اینوری داری میچرخونی، یعنی وقتی داری اینوری میچرخونی، وقتی ساعت گرده شما اینو مثبت در نظر بگیر، یعنی بیفته بالای محور، گرفتین چی شو؟ بیفته بالای محور. وقتی که پاد ساعت گرده یعنی اون وضعیت تنش تو اون صفحه، تو اون صفحه که دارد میشه پاد ساعت گرده، یعنی داره المان اینوری میچرخونه، اینو شما منفی بگیر، یعنی بگیر این وضعیت. که البته اینو اگه بخوام اینجا بحث کنم، نگاه کنی اینجا علامت این برای علامت چی بوده؟ این برای علامت در واقع اینجا بنویسیم که تعیین علامت تنش ها، خب تعیین علامت تنش ها. این برای حالت چی بود؟ تعیین علامت چی بود؟ برشی بود. این تعیین علامت چی بود؟ حالت برشیه بوده، اشتباه نکن. خب برای تعیین علامت این، اگر المان رو داشت اینوری میچرخون ساعت گرد میشه مثبت، اگر داشت اینوری میچرخون پاس ساعت گرد میشه منفی. خب برای علامت های زیگما، تا و زیگما، علامت ها رو که اینجا میخوایم رسم کنیم، منظور ها بچه که اینجا میخوایم رسم کنیم، اگر این
کششی باشه مثبت، فشاری باشه منفی. پس این تعیین علامت اینا رو مگه بنویسم تاو زیگما، اینو میگیم طبق قرار داده روبرو، برای اینا میگیم کششی مثبت، فشاری منفی. تو اینا که دیگه البته رو این بحثا، رو اینا که دیگه ما دیگه بحثی نداریم، رو زیگما رو تا. حالا نگاه کنین، حالا با همون بیایم اینجا، این تنش داره این المان رو اینوری میچرخونه، یعنی پاد ساعتگرد داره میچرخونه، بنابراین منفی گرفتیمش، شد همین تایی که اینجا گرفت، این تا ایکس وای تو این صد داره اینو اینوری میچرخونه، پس ما منفی گرفت، این داره اینوری میچرخونه، ما مثبت گرفتیم. یا بعد این قرار داده تو ذهنتون باشه یا این قرار داده، عملا دوتاشون هم یکی. خب حالا بریم یه مثالی با هم حل کنیم.